میکنم امروز در واقع به شنبه سوم از ماه جون سال 2008 میلادی روزهای سه‌شنبه از ساعت 8:30 تا 9:30 در خدمت شما هستم و مطالب مربوط به تاریخ علم رو مطرح میکنیم. در روزان یونانیان هستیم. بسیار از هموطنان خواستاری شدن که این برنامه رو منتقل کنیم به روزهای چهارشنبه، اما فعلا به همین سه شنبه ها بسنده میکنیم ببینیم چه پیش خواهد آمد. اجازه فرمایید یک غزلی از حافظ خدمت تقدیم کنم. و امروز روز مهمی بود در انتخابات آمریکا، یک بحث کوتاه هم در آن ارتباط خواهیم داشت. سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، مرید خرقه دردی کشان خوشخویم. شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست، کشید در خم چوگان خویش چون گویم. گرم نه پیر مغان درد روی بگشاید، کدام در بزنم چاره از کجا جویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهند میرویم. تو خانقاه و خرابات در میانه مبین، خدا گواه هر جا که هست با اویم. غبار راه طلب کیمیای بهروزی، غلام دولت اون خاک هم در این بویم. شوق نرگس مست پند بالایی چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم. بیار می که به فتوای حافظ از دل پاک، خب عرق به فیض قدح فرو شویم. یه بیتی هست که این مورد بحث و فحث بسیار زیاد بود و مقالات و اینها. عبوس زهر به وجه خمار بنشیند یا ننشیند، سخنان عجب غریبی هم در این باب گفتند. جای این بنشیند هست یا ننشیند، مقالاتی هم در این ارتباط در کتابهای حافظ‌شناسی آمده است که آیا عبوس زهر به وجه خمار می نشیند یا نمی نشیند. مثلا عبوس زهر چه چیزی است و وجه خمار کدام است؟ ولی امروز خدمتتون عرض کردم که این انتخابات آمریکا امروز یک روز تاریخی گذراست. در واقع آقای بارک اوباما توانست سرانجام پس از 16 ماه رقابت و مسافرت و صحبت و از کنند که همه این جنگ های تبلیغاتی و غیره و سطح میلیون ها میلیون دلار از رقیب خود خانم هیلری رادوم کلینتون ببرد. به یک سخنرانی خیلی آتشینی هم ابراز کرد و رسماً خودش رو کاندید کرد. این سنت این انتخابات آمریکا است که کاندیدا حتماً بایستی بگوید که من کاندید هستم. و از که وقت که میماند ایشان با آقای هر کنن که دوستم آقای مکین، همیشه میگوید مای فرند آقای مکین، هم به خاطر این که در صحنه باشد امروز یک سخنرانی ضعیفی هم ایشان کرد. اساساً آقای مکین سخنور نیست، سخنور جذابی نیست، به پای این اوباما نمیرسد. هر میشه بعد که این کسانی که در حوزه های کلیسه های سیاه‌پوستی اینها کار میکنند و رفت آمد دارند و عمودن سخنوران خوب میشوند، مثل همین آقای اوباما و تا بره بعد ملکام اکس و ارز کنند که داکتر کینگ و اینها سخنوران خوبی هستند، سیاه‌پوستان شومن های خوبی هم هست، خوانندگان خوبی هم هستند. اینها باری سخنور بسیار خوبی است و تعداد بینندگان او بیشتر است. آمریکایی هم تو جلسه کردن برعکس ما شرقی‌ها همواره نگاه به گذشته داریم و چون آینده‌ای نداریم همواره نگاه ما به گذشته است. یادش بخیر اون قدیما، یادش بخیر این پیرمردا، چه مردان خوبی بودن، چه پهلوانان خوبی داشتیم. مرتب از گذشته صحبت می‌کنیم. یادش بخیر روزگار ساسانی. همه نگاه ما به گذشته است و عرض کنم که در کشور ما هم دیدنی ترین جاها خرابه های ماست.
یعنی وقتی یه توریست میاد از یه جایی چیز نو نداریم نشون بدهیم، داره عظمت قابل دیدن، میبریم به خرابه های تخت جمشید نشون میدهیم، خرابه های ساوا کسرا اونجا و سناتور برزیز عراق. خلاصه ما نگاهمون به گذشته است، چون از کنم وضعیت استبداد و دیکتاتوری و از کنم که صد راهی که این سیستم های استبداد برای ما شده هست، ما همواره از گذشته از آینده مایوس هستیم، همواره نگاهمون به گذشته است. یادش بخیر، پارسال بهتر از امسال، از اینجور داستان ها. یک مزاحم هم هست که مرتب موقع برنامه ما زنگ میزنه که اخلالی بکنه. باری این داستان آمریکایی ها درست برعکس هست، یعنی من همیشه نگاهشون به آینده است و این ضرب المثل هست که best is yet to come، یعنی بهترین ها در راه هستند و اون چه بوده است بهترین نبوده است. برای ما نه، همواره بهترین ها در روزگار گذشته بوده و هر می شود که یادش بخیر زرگی خان، یادش بخیر نمیدونم امیر اسماعیل سامانی، یادش بخیر چی فلان، چون ما نگاه به آینده نداریم، امیدی به آینده نداریم و همواره مایوس شده ایم. یعنی از روزگاری که ما تصمیم گرفتیم زنجیرها رو پاره بکنیم، زنجیرهای استبداد و خود حس کنم که مقدرات خود حاکم بشویم، کرارن حس کنم که دچار یأس شدیم و زنجیرهای جدید برای ما بافتند. یعنی از روزگاری که جنبش بزرگ مشروطه شد و بنده بارها تکیه کردم بر این که این جنبش بزرگترین جنبش های تاریخی سیاسی کشور ما بوده است، آنقدر بی‌آبرو کردن سیستم های استبدادی که این نسل های جدید چیزی از مشروطه نمیدانن، هر می شود که بلا فاصله انگلیس ها برای ما زنجیر بافتند و از شود که بعدش هم که سی آی ای و اینها برای ما زنجیری بافتند، نگذاشتند این ملت به مقدرات خود حاکم بشود و راهی به آینده به گشاید. و این باعث واقعا تأسف هست که در صدای قرن بیستم ملتی که بیشتر از 100 سال آزادی کشیده و قانونمندی و قسط و عدل و قانون، تازه اسیر ملا و شیخ شدیم ما. عرض کنم که حالا یکی به نام نمیدونم تاریخ و سنت ایران و تأییدات آسمانی، یکی به نام امام زمان و عرض شد که فاطمه و علی و عمر و اینها، عرض شد که چوب و شما و دست گرفتن این ملت رو اسیر کردن و ما اسیر هستیم، ما مردمان اسیر گرفتاری هستیم. حالا گروهی شایع کردن اینها که این فلانی هم با شاهنشاهی مخالف است و اینها، آقا به شما چه ربطی دارد؟ شما عقیده خود داشته باشید، بذاریم ما عقیده خودمون داشته باشید. رنجه با استبداد مخالفم، دوست محترم، دوستان عزیز، استبداد یعنی من به عنوان شهروند ایرانی اعتقاد ندارم که یک انسان، یک آدم دارای اون مایه عقل و بصیرت و کفایت و جامعیت باشد که صلاحیت اداری یک جامعه رو داشته باشه بدن دست این آقا، حالا اصلا نشان آویزان بکند یا اون پوتیناشو بدرد در سوئیس بدوزند یا شمشیر اونچنان آویزان بکند، میسر نیست چنین چیزی. استبداد به جایی نمیرسد کارش در هفته جدید به خصوص، به درست این که ما وقتی اختیار جامعه رو به دست یک نفر دادیم با همه ضعف هایی که لازمه سرشت انسانی اوست، چون ما آدم ها ناقص هستیم، این عقل جمعی است که ممکن است به کمال نزدیک شود، نه انفرادی و استبدادی و اینها. به معنی که بخوان ایرادی بگیرن هر می شود که با چوب و چماق و کتک و شکنجه و گرفتاری و بدبختی و اینها تو هم هست به جامعه مجبور هست تمکین بکند به زور، و از سوی دیگر ساس فساد استبداد گسترش پیدا میکند تا زمانی که بپوسد و فرو بریزد. این داستان تاریخ ما بوده، نگاه کنیم به تاریخ. متاسفانه بسیاری از این هموطنان ما که جلوی دوربین هستن یک جلد کتاب درست حسابی هم نخوندن، اینا توجه ندارن که عرض کنن که تاریخ تکرار ملال‌انگیز یک داستان بوده و اون این که گروهی بریزن به سر این مردم، ابتدا یک درگاه سر نشون بدن کارهایی بکنن، بعد دست سال خر بشون تا روزگاری یا یک خارجی بیاد اینها رو ساقط بکند یا یک شورش داخلی اینها رو ساقط بکند، سلسله بعد از سلسله، سلسله بعد از سلسله و هیچ کارتی مملکت نشد. بعد از 2500 سال هر می شود که وقتی مشروطه شد و همین روزگار رضا شاه آمد، یک ساختمان آباد درست حسابی که مملکت نبود، یک متر آسفالت که مملکت نبود،
یک بونقلتون به قول معروف بخواستن یه جاده صاف کنه دو تواپن بشینن چون کشور نبود. پس این حاصل 2500 سال استبدادی چه بود؟ بعد این نفت که پیدا شد و هر کنم بوی پول آمد و اینها چهار تا مستبد آمدن این نفت فروختن مقدارش رو خودشون خوردن مقدارش هم صرف این مملکت کردن و از ما به اینجا رسیدیم. ما پایه ای نداریم، یعنی زیربنای درست حسابی و طرح‌های درست حسابی و علمی برای آینده نداریم، چون نظام سیاسی نداریم. هموطنان نظام سیاسی تا نباشد وضعیت به درد نمی‌خوره. نظام سیاسی مردمی که برخوردار از خرد جمعی و شایستگان مملکت باشه ما نداریم. قدیم هم نداشتیم، امروز هم نداریم. یک دوره کوتاهی یک مجلسی داشتیم، مجلس مقدس شورای ملی، واقعا که اون رو جل مالیدن و غیرگونی کردن و مستبدین و عرض شود که بی‌ارزگان داور رحاکم کردن. امروز هم که روزگار حلبی سازان هست و عرض کنم که الواس و اجامر اوباش و رئیس جمهور این مملکت عرض کنم بعد از فرندان سال تاریخ و فرهنگ و اینا میگن امریکایی رفتن و عراق امام زمان ظهور نکنند، خونه به خونه دنبال امام زمان میگردن. این متوجه این منطق نیست که پس معنیش نیست که امام زمان از امریکایی میترسه ظهور کنه اونجا. یعنی وضعیت ما به این درجه از بدبختی و نکرت واقعا رسیده و اینها باری وقتی آدم نگاه میکنه به این داستان دموکراسی و مردم و که با چه شوری مشارکت میکنن در سرنوشت خود و این شور رو ما در ایران دیدیم، تأسف و تأثیر اینجاست. ما انتخابات داشتیم در کشورم و بعد بنیادهای سیاسی مملکت رو از میان بردن، روزنامه ها رو از میان بردن، احزاب سیاسی رو بردن، خانواده های قدیم رو از میان برداشتن. از کنم که مدیریت ایران رو گرفتن دادن دست یک نفر، این سهاری ایران، این دشتهای ایران مدیران داشتن. آقا این مملکت ما که حزب سیاسی تشکیلاتی ناد قدیم نداشتیم، اینا آدم های محترمی بودن، خانواده های محترم بودن، مردم از اینا هر شدابی داشتن، اینا مدیران ایران مملکت بودن، کشور نگه داشته بودن. ریشه اینها رو از جل کشیدن، یک مش نفت فروختن، عرض کنن که یک اسلحه خریدن در یک انباری جمع کردن که میشدن دست آخوند و خلاف شما. ملتی که پرت زده، عرض کنن که بدون رهبر سیاسی، بدون تشکیلات سیاسی، بدون نظام سیاسی، بدون احزاب، بدون هیچ، اینا اسیر آخوند شد. و عرض شد که حالا اگه در روزگار گذشته فقط به نام تاریخ و سنت و شاهی و اینها استبداد مالی شد، امروز به نام فاطمه، به نام باقر، به نام اکبر، به نام اصغر، قرآن، حسین، عرض می شود که زینب، اینها همه عرض شود که تبدیل به شما شده. از قرآن بگیرید شما هست تا اکبر و اصغر و زین العابدین و هر کنم جعفر سنم صادق و اون یکی و اون یکی و اینها همه اینها تبدیل به چماغ استبداد شده از بستر مردم و عرض کنم که آینده ما رو تاریک کرد. یعنی ما واقعا راه به جایی نمیبریم. عبث نیست که روی آوردیم به ایران باستان و داستان گذشتگان و اینها، چون ما روشنی در ته تونل هرگز نمیبینیم. اینا که برمیگردیم و عقب نگاه میکنیم، دارید این آقای اوباما برگردیم سر اصل سخن، امید به آینده میده، امید به تغییر میدهد. او بر این هست که عقاید خوب بسیار هستن در واشنگتن، اینها میمیرن و کار دست کورپوریشن های بزرگ افتاده است و کار دست لابی ها افتاده است و عرض کنم که مردم فقیر و عرض کنم که به قول معروف طبقه متوسط و پایین تر از طبقه متوسط اینها بیمه ندارن، زندگی ندارن و اینها استبدادی پولی شده است در این آمریکا و کارگران بیکار شدن، صنایع به خارج رفته. اینها امیدها می آورد و سخنبر بسیار بسیار نیرومندی است. گمان نمی کنم آقای مکین با این تمجمدی که میکنند در سخن و اینها بتواند حریف این آقا بشود در موقع انتخابات. بسیار بسیار مشکل است کار این رپابلیکن ها، به خصوص که این آقای مکن هر سبت که با کارهای بوش موافق بوده. بسیار انسان شریفی است این مکن، مرد شجاعی است، برای این مملکت کار کرده، سالها شکنجه شده و اینها، اما تفاوت شاخصی بین سطح سامان چه در کاخ سفید امروز میگذارد ابراز نکرده. گرچه حالا بسیاری ممکن است اوباما رو نخواهند و اینها، اما بوی تغییر از آقای مکن خیلی به مشام نمیرسد. آمریکا هم همونطور که عرض کردم اینها عاشق تغییر هستند، اینها دوستدار چیزهای نو هستند. What's new؟ همیشه به هم که میرسند میگیم سلام علیکم و رحمت الله، اینا به هم میرسند میگن که هی What's new؟ چی جدید؟ چه خبر جدید چی داریم؟
به معنی که ساختمان قدیم میشه برای ما میشود چیز خاطره ها و میشینیم پاش گریه میکنیم و یه خود قدیم تر بشه دخیل هم میبندیم و اینها اینا بلافاصله دینامیت میزن خرابش میکنه. یک ساختمان مدرن جدید و چند طبقه بلندتر میسازن همیشه که سر نوه نگاه کنید هیچ چیز قدیم نمیشه همتر چیزی تاریخی بشود در آمریکا. تایی که بوده از زمان استقلال اینا در پنسیلوانیا و از کنند که واشنگتن اینها اما معمولا همه چیز نو به نو عوض میشه. این کشور کشوریست مردمش هر کنند که ناولتی دوست دارن یعنی چیز نو و به گذشته نگاهی ندارن به جهت این که جره کوری در گذشته اینها نیست. تاریخ اینها برای اینا کاملا درخشان اونقدر تحلیل شده به درستی اینقدر علما بودن نوشتن این همه دپارتمان های تاریخ ما هنوز مونده این سر این داستان این کودتا و نمیدونم داستان چیز که کودتا بود و جنبش ملی بود یا نمیدونم چه بود یا اینها این در ماجرا انقلاب هنوز ما به یک هر کنم اتفاق اتحاد فکری نرسیم. آقا چی که در مملکت انقلاب شد یکی میگوید زیر سر انگلیس بود یکی میگوید زیر سر بی‌بی‌سی کرد یکی میگوید که اونقدر ایران قدرتمند شده بود که از اعلی حضرت وحشت کردن غربی ها گفتن که از ایران چیزی نمونده جهان رو بگیره و اینها رو گرفتن و فلان کردن یکی میگوید که نمیدونم که انگلیس ها و آخوند ها رو میشناختن و چه کردن یکی میگوید در گوادلوپ بودن یکی میگوید که نمیدونم تشکیلات نفتی این کار رو کردن یعنی که ما مردم سردرگمی هستیم به جهتی که انصاف نداریم انصاف اعتقاد به حقایق رو عرض کنم که نداریم هر کسی عرض کنم مطابق منافعش و مطابق ذوقش و مطابق شینه هاش و مطابق عرض کنم که بغضش و اینها و چیزی میگوید و همه مردمان سرگرگون کردن واقعا این آمریکایی ها گذشتشون کاملا شسته و رفتن هیچ چیزی در این مملکت سیکرت نمانده تا امروز هیچ چیزی مهمی که اتفاق افتاده در خاک سفید و فلان اینا همه چیز اینا اومدن کتاب نوشتن به معنی اینکه یکی سی از این کابینه ها و استفاده داده رفته چیکار یک کتاب سر از بعد خود دو کتاب سه کتاب از ذکر جزئیات نوشتن و همه چی برملا شده برای ما همه چیز در حال ابهام هنوز هنوز هست داستان ها مشخص نیست برای ما که آقا چه شد این داستانی مشروطه چه شد این گلی رفتار در مجلس چه شد این قضایا و هر کنند که روشن بکنیم و به یک اتفاق و اتحاد برسیم و ایمان بیاوریم به حقیقت و راه آینده رو پیدا بکنیم هنوز جره همدیگر رو گرفتیم و هر سبت از این داستانهای کوهه و حب و بغض اینها باریم رجل این باز این داستان ببخشید هی ما تحت العرضی بحث ما به جای دیگر میرود آقای اوباما امید آینده میدهد و این نخستین سیاه‌پوست هست که به این مقام رسیده قبل از او آقای جسی جکسون آمد موفق نشد آقای یانگ آمد من بیاد دارم موفق نشد و اوباما نخستین کس است از جامعه سیاه‌پوستان مردی بسیار لایق زحمت کشیده رنج کشیده بسیار مرد خوبی است این آقای اوباما اما بنده گمان میکنم شناخت درست و صحیح از آخوند و اسلام عزیز ندارد خطر اسلام عزیز رو این آقا به درستی درک نکرده و اما این اندیشه های سوسیالیستی بسیار خوب هست و ببینید که پیش خواهد آمد خانم کلینتون هم آمد به او تبریک گفت از سبت که و اعلام پشتیبانی البته ازشون نکرد ایشون هم تاریخ ساز بود یعنی این ماجرای میشیگان و فلوریدا اگر نبود خانم برنده میشد و اگر نگاه بکنید مراکز صنعتی و جایی که از کنم که کارگری هست و اینها بیشتر به خانم کلینتون رای دادن اما خب از این اتفاقات همیشه هست و برای بهبود وضعیت حزب و تقویت مبانی حزب خانم کلینتون به طور خاص یقین پشتیبانی خواهد کرد که دموکرات ها بتوانند بعد از 8 سال سیاست های ورشکسته آقای بوش بتوانند کاخ سفید رو در اختیار بگیرن و سیاست خودش رو عرض کنن که اعمال بکنن بنابراین این سر صدا همه عرض کنن که اصاره و شکیرش این بود که آقای اوباما برنده شد و چقدر زیباست این فرایند دموکراسی چش رنگی زد این فرایند دموکراسی هر 4 سال یک بار انقلاب هست در این آمریکا اما بانک رو کسی آتش نمیزنه عرض کنم که پیر زنان به کسی کتک نمیزنه کسی رو تیرباران اعدام نمیکنه بمب منفجر نمیشه و آقا مردم به طور مدنی میان و با رأی میان و عرض کنم که نظرات خود رو در راستای مقدرات خودشون اعلام میکنن که ما چه چیزی میخواهیم باز 4 سال دیگه باز دوباره یک انقلاب دیگر این از زیبایی دموکراسی و عرض کردن که دموکراسی هر چند ضعیف هر چند نحیف
همواره راه به جلو داره. نگاه کنیم به وضعیت هندوستان. این هندوستان برای ما میتواند مسئله خوبی باشه، چون ما شرقی هستیم و با هندی هم قومتش هستیم، همسایه هستیم، از کنم که تاریخ مشترک داریم و اینها. برای ما بهترین نمونه میتواند هند باشد، که از که وقتی گاندی آمد که سهل است سال فرض کنیم 1990 واقعا اگر شما داشتیم بارید هندوستان دوچار یک نوع ناراحتی روحی و روانی میشدید به لحاظ وجود فقر و کسرت و بیچارگی. اما در این 10 سال گذشته به قوت همین دموکراسی از طرح که هند گام های بلند و سریعی در راه پیشرفت برداشته، در مورد که کشورهای مهم و محترم جهان هست، دموکراسی ها محترم هستند، این استبدادی ها آبروی ندارن، حالا هر کس در اونجا نشسته باشد حیثیتی ندارن، این دولت های استبدادی دولت خارجی با اینا معامله می کنن، اما همه می خندن، یعنی مردک رو نگاه نشسته اونجا و اصلا برای ملتی داره تصمیم می گیره. باری این داستان رو ما باید ایمان بیاوریم به مردم و به رأی مردم و به خواست مردم و ایمان بیاوریم به خرد جمعی، فراموش کنیم این داستان استبداد شماغ پنج بسی و اینا کار ما رو به جایی نمیرساند. 2500 سال شماغ داشتیم، امروز هیچی نیست، من در حالی که ایرانیان دارای استعداد، مردمان دقیق نظر، مردمان حساس، بسیار باهوش و بسیار هوشمند، بنده ایمان دارم، ایمان که لغت خطایی، اعتقاد دارم به این قضیه که اگر ایران به دست ایرانیان باشد و شایستگان ایران رهبری مملکت رو دست بگیرن، 10 ساله ایران کشور بزرگی میشه. خب اجازه فرمایید که هر شبت که یک طرفات کوتاه بگیریم، برگردیم و بحث رو عوض کنیم. یک نی از استاد کسایی میشنویم، استاد بزرگ، استاد حسن کسایی از شهر زیبای اصفهان. بله، تا این آماده بشود هرگی شود که وقتی برگشت خدمتتون، ما این آرد برنامه رو یک دوست بسیار بسیار عزیزی، آقای کامران سندر، که از دوستان خوب من هست، واقعا میتونم با افتخارشون رو دوست خودم خطاب کنم، خودشون با سلیقه خودشون با توجه به ذوقیاتی که دارم و ایشون سالهاست برنامه رو نگاه میکنه، اهل ذوق هست، اهل هنر هست کامران، یک از کنم آرمی ساختی که بعد از نیه کسایی بر میگرید اونو برای شما پخش میکنید، به نظر شما چی شدید به تو خود ساخته شما بسن نگرید.
بس هم اتنان گرامی اتراتی بسیار بسیار دلاغی بزرگشین از یه اصلاح میکسای شریف خدمتون عرض کردم که یک آرن جدیدی برای برنامه سرزمین جاوید دوست گرامی آقای تندر ساختن از مجموع حرفایی که ما زدیم اینجا یک مجموعی هستم. خیلی از شما ممنونم که مجلس مقدس شورای ملی رو دو بار در این تصویر نشان داده. عرض کنم که ستار خان هست دو بار رحم کسری و خوشانه که سردار اسد رو هم عرض کنم اضافه کردن و با شروع اون حالت شیر خورشیدی که مجسم هست دیدینید دیدینید که چه میزان قدیم هست کسانی که میزان این شیر خورشید مال پهلوی هاست که شاهنشاهیست جواب بکنم ببین عرض کنم که شروع و یک پایان خیلی نیرومندی با تصویر فردوسی. خواهش میکنم یه بار پخش کنیم با جان هموطنان هم ببینن این آرم جدید سرزمین جاوید رو که از فردا خواهم داد به بچه ها که وارد کامپیوتر بکنه. اگر آماده است لطف کنید پخش کنید. برنامه سرزمین جاوید هست ساخته کامران تندر. کامران موسیقیدان هست میرم بسیار زیبا میزنه و به طریق خودش این آرم رو ساخته و دیشب آمدن اونجا و با هم صحبت کردیم و من بسیار حظ بردم از این حسن طریقهی که به حظ دادن در نشان دادن تصاویر. خب از این موضوع هم حظ کنم بگذاریم و برویم سر اصل موضوع که امشب البته ما دور افتادیم به واسه اهمیت این داستان انتخابات. بایستی ما یک عبرتی بگیریم از این قضایا، فقط تماشاچی نباشیم از این فرایند از کنم که دموکراسی در آمریکا و اینها، ببینیم که چه میزان راه برای انسان ها باز میگذارد که یک شخصیت ناشناخته مثل آقای اوباما ناگهان ظهور میکنه و چیزی نمونده که رهبر مملکت. 30 سال از مردم ایران به صندوق های رای میکشن، آقای سید علی همون جز محکم نشسته، آقای نمیدونم اون یا اون دو رفسنجانی و بقیه این حجامر و اینها محکم سر جاشون نشستن، برو هم نیستن، چنون چسبیدن اینها به این صندلی ها که از کنن که انگاری با شست دو قلو. این نفس استبداد دیکتاتوری البته مرد و واقعا این توهین بزرگی است در حق این ملت بزرگ، این انتخابات که اینا برگزار میکنن و اینها. ولی ببینید برام این سر اصل موضوع که تاریخ یونان بود و گسترش معرفت در یونان و شنه خدمتتون عرض کردم از هندوستان و چین و اینها که بعض علوم بوده مثل نجوم و پزشکی و اینها، اما علوم مدون نبودن به صورت تئوری های علمی نیرومند نبودن تا یونانیان پیدا شدن و بسیار شگفت‌انگیز هست اون چیزی که بین سالهای 600-700 سال پیش از میلاد تا ظهور اسکندر در ایران آمده، بی‌نظیر در تاریخ انسان به لحاظ کثرت بروز مغزهای اصیل و متفکر. و بسیاری بر این هستند که این تمدن جدید 80% مجنون تفکرات یونانی است و اهمیت یونانیان در آن نیست که به ثبوت رساندن یا به اثبات رساندن بهتر است بودن، بلکه اینها سرچشمه تفکر بودن و ایجاد اندیشه کردن، یونانیان تولید اندیشه می کردن و این به سبب آن است که استبداد یکی از دلایلش این شود گفت که سیستم استبدادی نبود در اون روزگار، روزگاری بود که و آزادی مردم تفکر می کردن. عرض می کنم که الله مدینه نبود که خفه بکند همه رو
و از کنم این سیستم اینها چند خدایی بود و در زیر این سیستم های زیر سایه این سیستم های چند خدایی میشه و تفکر آزاد باشد. از کنم اندیشه تقسیم قدرت و دموکراسی میشد که از چنین چیزی سرچشمه بگیرد، اما بزرگترین دشمن آزادی انسان و قضیه دموکراسی همین الله مدینه و داستان توحید هست. یعنی توحید هر شده است که با استبداد یکسان هست، حکومت های زمینی که وشی هر شده که کپی برداری از این حکومت آسمان هست. میگفتن اول ذل الله و پادشاه میگفتن ذل الله، یعنی این پادشاه آسمان هست، این مال زمین هست. و نظریه پردازان بودن در انگلیس مثل اون آقای هابز و اینها، فیلمر و اینها، که میگفتن که این خداوند پادشاهی آسمان ها زمین از اینهاست، این بعد پادشاهیش داده به پیغمبرها، از این پیغمبرها رسید به این شاهان و اینجوری استبداد رو توجیه میکردن. در یونان قدیم پیداست که فضا برای تصادم عقاید و بحث و فرض آزاد بوده و این همه اندیشه های اصیل از اونجا آمده و نگرش اینها به جهان کاملا سکولار بوده. حالا این صحیح است که فیثاغورس اندیشه های مذهبی هم ساخته بود برای خودش اینها، اما اساسا دخالت ما بعد و طبیعه و اولوالامر در اندیشه نبود. این هست که گسترش پیدا کرده و حتما دلایل دیگری هم هست که بر ما معلوم نیست. حتی این سبب حیرانی آقای برتراند راسل هست که میگوید ما مانده این که چه شد، چه شرایطی حاکم بر جامعه بود که این مرزهای درخشان پیدا شدن و بنیاد مدنیت رو ریختن. این همه اندیشه های اصیل ارسطو به تنهایی و اندازه چند قرن اندیشه های اصیل از خود بروز داده، در زمینه بیولوژی، در زمینه عرض کنم که تراژدی، در زمینه شاعری، در زمینه سیاست. زمینه از علم نیست که این ارسطو عرض کنم که در اون اظهار نظر نکرده باشه و تولید اندیشه نکرده باشه و برای قرنها عرض کنم که علم و معرفت در خاور میانه، که این همین چیزهای اسلامی که میگونیم دوره اسلام، اینها زیر سیطره معرفت ارسطو بودن. به رشی گفتن ارسطو 2000 سال جهان رو عقب انداخت، یعنی اونقدر این مرد به صورت یک آتوریته بود که سخنی خلاف سخن او نمیشد گفت. البته این تفسیر ارسطو نیست، این حماقت کلیسا بوده که ارسطو رو به عنوان تنها آتوریته که همه چیز رو گفته میشناختن و کسی خلاف سخنش میگفت هر سبب که او رو نفی میکردن و تکفیر میکردن. زمانی که در خاورمیانه آمد آدم های مثل الکندی و ابن رشد و حکیم ابن سینا و اینها شارحان ارسطو بودن. اندیشه های عتیقی ما از اینها ندیدیم، یعنی اگر نخواهیم که از لاف و جزاف بگوییم و اینها، باید بگوییم که در ایران زمین ما تفکرات فلسفی بسیار بوده. این دیوان حافظ که در دست ما سؤال بسیار دوستی داریم موج میزند از اندیشه های فلسفی. همین غزلی که ساعت خوندم اندیشه های فلسفی عمیق، اما فیلسوف معنی اخص کلمه که یک نظام فلسفی خاصی رو ارائه بکند ما نداشتیم، منطقه نداشته اساسا. اینها بیشتر از طبق اونهایی که ما فیلسوفی نامیم اینها شارحان یونانیان بودن. اندیشه جدید بروز نکرد، نه از فارابی بروز کرد، نه از ابن سینا بروز کرد، نه از دیگران. اینها شارحان یونانیان بودند و اینها در حقیقت در تحلیل و تحول معرفت از یونانیان به غربیان اینها ابزار بودند. یعنی اندیشه از خود افزودن. البته ما از کنم که عظمت ابن سینا یا عظمت رازی و فارابی اینها را نمیتوانی فراموش بکنیم اینها، اما نظام فلسفی جدیدی از کنم توسط این دوستان عرضه نشد. بله در زمینه پزشکی سخنانی که رازی گفت بسیار پیشرفته تر از بقراط بود. از کنم که کتاب ابن سینا و از کنم کتاب این دو کتاب معروفش که قانون شفا هست نوشته شد بسیار پیشرفته تر بود، اما جمع‌آوری مجموع علوم پزشکی بود که این حکیم دانشمند گردآوری کرده بود. و تا اونجایی که به از کنم که نظام فلسفی خاص مربوط هست، چیزی که شما مطلبی معنی رو بکنید، اندیشه های فلسفی تراکنده هست. هر مکتب فلسفی رو شما نگاه بکنید یکی دو بیت مطلبی میتونید پیدا کنید در بابش. اما نظام فلسفی که آغاز انجامی داشته باشه مثل نظام تفکر کانت یا نظام تفکر دکارتی، اینا ما نداشتیم، متاسفانه نداشتیم. یونانیان داشتن، یعنی در واقع هر سبب که این بزرگان که در یونان پیدا شدن اینا نظام های فکری عظیم به وجود آوردن. افلاطون به تنها تنخیش نظام عظیم از فلسفه به وجود آورد و ارسطو که در شعب مختلف تحقیق کرد و پیش از اینها
دوره فیلسوفان دیگری است که این دوره فیلسوفان اما قبل سقراط گفته میشوند، مثل تلس و پایتاگوراس یا فیثاغورس که در باب اون صحبت کردیم در هفته گذشته، که چه مرد عجیبی بود. یعنی از یک سو خردمند بود، از یک سو فیلسوف بود، تحقیق در امر موسیقی میکرد و یک نظام فیثاغورسی به وجود آورد. در واقع در همین کتاب تاریخ فلسفه غرب نوشته آقای راسل میگوید من هیچ یک تن نمیشناسم که تا این اندازه در جهان روشنفکری تأثیر گذاشته باشد که فیثاغورس. میگوید اون که افلاطون میگوید بیشتر فیثاغورسی است. و این مرد بزرگ همون کسی که عرض کردم که این اکتاب‌های موسیقی رو کشف کرد و او عدد رو جان جهان میدانست. ترک هست عدد هست و عرض شود که و او بر این بود که این هرچنان که فواصل این کرات آسمانی از یک فاصله خاصی از هم پیروی میکنن که این نواهای موسیقی رو می نوازن و این کار عدد و ریاضیات رو به دستگاه نجومی هم کشیده بودی آقای فیثاغورس. و این که ریاضیات رو منشأ و اصل می دانست، توجه به ریاضی رو بسیار کرده، یعنی بنیاد اندیشه ریاضی رو در معرض زمین می توانیم بگیم که آقای فیثاغورس بنیاد کرده. از جدول ضرب او این داستان مثلث او که مثلث قائم الزاویه که مجموع مجذور دو ضلع مجاور به وتر برابر است با مجذور وتر، میگوید که راسل و دیگر محققان میگویند که نسبی‌ها دریافته بودند که اگر ما مثلثی داشته باشیم که از لاش 3 4 و 5 باشه، ما یک زاویه 90 درجه داریم و از این استفاده می‌کردن برای ساختن ساختمان‌هاشو. و میگوید بابلی‌ها و از کنند که چینی‌ها هم به این داستان پی برده بودن به 3 و 4 و 5. فیثاغورس بود که آمد و این رو به اثبات رساند. یکی از دوستان آقای یزدان‌فنا میگفت آقا ما از دست این اثباتی این قضیه فیثاغورس رو عذاب بودیم وقتی بچه بودیم در مدرسه. راست هم میگوید برای اثباتش باید که مقداری هندسه کار کرد. و فیثاغورس کسی است که میگوید خداوند هندسه‌دان است، جیامتر. یعنی خدا با علم هندسه که دنیا رو خلق کرده. و هر شبت که آدم ها رو سه طبقه بندی کرده بود به سه طبقه و داستانش خیلی زیاده و یک مجمع سری هم به وجود آورده بود به لحاظ اخلاقی اینها رو تعلیم و تربیت میکرد. و کشف مهم فیثاغورس همون جدول ضربش هست. و از کنم که همین اصل فیثاغورس یا قضیه فیثاغورس در هندسه و موضوع اکتاب های موسیقی که این بابا کشف کرد که نوت هشتم در واقع عرض کنم که همون نوت اول هست با اهتزاز بیشتر، این کلید هارمونی بوده در موسیقی و به واسطه همین اهمیت فیثاغورس هست. سخنانی که در باب موسیقی گفت در ارتباط با نجوم و ریاضی که در دوره های بعد جهان اسلام و اینها مدارک تشکیل شد، علم موسیقی و ریاضی و نجوم رو جز علوم اوسط با هم تدریس می کردن. یعنی ریاضیدان میباید موسیقیدان هم بود، ریاضیدان و موسیقیدان معمولا اهل نجوم هم بود. اینا همه یادگارهای عرض می کنم که فیثاغورس هست. فیثاغورس حکیم یونانی و همونطور که عرض کردم آقای راسل می گوید که ما کسی نمی شناسیم که در جهان روشن فکری تا اونجا که اندیشه محض مطرح هست اندازه آقای فیثاغورس اهمیت داشته باشه. بعد از فیثاغورس عرض کنم که چند فیلسوف دیگر ما داریم تا برسیم به سقراط. و اینها رو این آقای چیز راسل در باب اینها صحبت کرده. زنافنس من نمیدونم به فارسی زنافنس چه ترجمه شده، ولی ترجمه های عجیب غریب میکردن اسمها رو اینها. یکی دیگر از این آدم ها بوده که حالت عرض کنن که صوفیانه هم داشته است. و زنافنس بر این بود که همه هستی از آب و هست. اینها گروهی از اینها بر این بودن که ماده هستی، مادت المواد جهان هستی آتشه. گروهی میگفتن آبه. این آقای زنافنس در این بود که عرض کنم که آب و گل هست
و یه سخنان خیلی جالبی اینجا گفته است که براتون میخونم، حتما قبلا شنیدید این مطالب رو از کردم خدمتتون، اما ریفرانسش رو به شما ندادم. این سخن سخن آقای زینافن است. بله، میگوید که جهان از آب و گل ساخته شده و عرض کنم که یک داستان جالبی در باب خدا گفته است که بسیار هم هنوز مشهور هست. میگوید آدمهای میرا اونچنون خدا رو متصور هستن که گویی خودشان هستن، و ایراد گرفته است بر هومر که میگوید این هومر و دوستان او گمان میکردن خدا هم محتاج هست، خدا هم احتیاج به لباس دارد، خدا هم احتیاج به خوراک دارد، و خدای نامیرا رو به صورت انسانهای میرا اینها متصور شدن. در حقیقت اگر نگاه کنیم به از کنم که توحید در همین آیین‌های همین خاورمیانه‌ای، این هم به همین وجه هست، یعنی این صفاتی که برای خدا آوردن که خداوند کریم است و علیم است و قدیر است و اینها، این همه صفات آدم هاست. ما نمیدانیم خداوند داره چه صفاتی است. همین سخن آقای زینافنت هست که میگوید که این آدم های میرا خدا رو اونگونه تصور کردن که خودشون رو میدیدن، تو هم میگنن خدا میتونی مثل همین هاست اجاج لباس بره فلان. و خنده‌آور این هست که این همه تضاد و اینهایی که در این کار توحید و صفات خداوندی هست واقعا شگفت‌انگیزه که چند راجعه اینا صحبت نکرده. این خداوند عرض کنم که عادل است، همواره میگوییم بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند بخشنده و مهربان، به قول اون کمدین آمریکایی میگه. بعد میگه در قرآن اگر ما نگاه کنیم اینها، میگه اگر شما از این راه اسلام منحرف بشوید و گناه کبیره مرتکب بشوید، خداوند شما رو میبره در عمق جهنم، پدرت در میاره، پوستت میکنه، پوستت سوخت، دوباره پوست جدید به تو میرویاند و اونقدر تو رو میسوزانه و پوست میرویاند که تا ابد، تا ابد، یعنی همیشه تا جاودان. اما خداوند رحمان و رحیم هست. آقا این چه داستانه؟ رحمان چطور بوناست؟ یعنی رحمان و رحیمش از کجاست؟ اگر کسی رحمان و رحیم باشه این جزء ذاتشه، شما نمیتونید یک لحظه رحیم باشید و یک لحظه ظالم باشید. بایستنید اگر صفت جزء ذات هست خداوند نمیتونه از این کار انجام بده. اینها تضادهایی که عرض کنن که در بنیاد اندیشه توحید به میان آمده، به لحاظ اینکه اینها عرض کنن تورات گرفته تا قرآن اینها خدا را آدم فرض کردن، خدای شخصی میگوین پرسونال گاد، یعنی کسی که مثل آدم ها احتیاج داره که براش جلو و راست بشید، احتیاج داره که نمیدونم دعاش رو بگید، احتیاج بهش التماس کنی، ناراحتی ها داره و ستمکارگی میکنه و اینها، و همه اینا صفات آدمی است. میگوید که این آدم های میرا مثل هومر من که گمان کردن که اینها مثل خودشان هستن، به خداوند صفاتی رو نسبت میدهن که کار انسانهای میراث و توجیه از این دست. و این همون چیزیه که میگوید که اگر سیاه‌پوستان قلم به دست بگیرند و اینها خداشون رو سیاه میکشن، و اگر آدم های بلاند از کنن که چشم آبی بخواهن خدا متصورش بشن حتما چشم آبی میکشن. و درست هم هست، شما در این از کنن که فرهنگ یهودی مسیحی مغرب زمین اگر به کارهای رنسانس و کارهای قبل رنسانس عصر گوتیک به قول معروف این نگاه کنید، عیسی مسیح رو معمولا موهای طلایی داره، فرشتگان معمولا سفید پوست هستن، چشمای آبی دارن، موسی حتی در حالی که اگر در این داستان ها درست باشه و این حضرت مسیح و اهل خاورمیانه بود حتما موهای مشکی داشته از کنه مثل همه ما و پوست تیره داشته، از کجا بود این بلاند و بلو آید، از کجا آمد فرشتگان اینا؟ مقصود این که هر کسی از زنار همه رو مولانا خیر در این که هر کسی از زن خود شد یار من و درون من نگفت اسرار. این صحبت رو این آقا 2500 سال پیش زنافنه در عرض کنم که فیلسوف بعد از فیثاغورس انجام داده و راسل هم گویا به این آقا از صحبت که بسیار علاقه من. و نکته که اینجا آورده است آقای اشتراک راسل این هست که میگوید فیثاغورس ضمن این که متفکر بزرگی بود و نظر فرنگیختن اندیشه و تفکر ریاضی کسی به پایونه میرسد،
مزالک به نوعی آدم مذهبی هم بود. اینا از کنم که اگر تصویر فیثاغورسی هست وارتون جان نشون بده هموطنان ببینن، جبین درخشان پایتاگوراس، این آقای فیثاغورس هست، حکیم یونانی، چهره های درخشان یونانیان دارم میبینه، حض میکنی شنان هستی بوی اندیشه از اینها صافع هست. غاری بعد از دوره فیثاغورس هست که از حکمای بزرگ یونان ما میرسیم به سقراط. سقراط معلم بزرگ اخلاقی هیچ مطلبی هم ننوشت، اما اندیشه های سقراطی که از قلم افلاطون در کتاب بزرگ جمهوریت مثلا که آمده است و دیالوگ هایی که در جمهوریت هست بیشتر سخنان سقراط هست که در باب او صحبت میکنیم و افلاطون و شاگرد و ارسطو که بیشترین تأثیر رو بر اندیشه مرکز زمین و جهان فلسفه داشتن که مخالف همان بودن، یعنی در تخالف بودن. اون شرطاتو میگفت و اون شرطاتو میگفت به چیز متفاوت بود به بچی که در دوره های از کنن که بعد که رنوزان فرانس آمد و غیره و اینها، یک حکیم مغرب گفته که هر کس پاد این جهان میگذارد یا افلاطونیست یا ارسطویی. وقتی ما در اینجا پا میرسید با سپاس از صحبا و گرامی که آمدن از تنسی و الان هم اینجا نشستن و به حرفای من گوشیدن و باستان گرامی و شما هم وطنان بسیار بسیار گرامی، برنامه رو میبندیم. فردا خدمت شما هستیم و در پیشگاه استاد توس هستیم و فردا درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.